بمب دستساز برای تظاهر کنندگان ایرانی ارسال کنید. این راهنمایی مقام پیشین آمریکایی یعنی دستیار جورج بوش به دولت فعلی آمریکاست. بیکر امروز در یادداشتی که در نشریه لافار آمریکا منتشر کرده نوشته: ما با حرارت خاصی در حال بحث درباره این موضوع هستیم که آیا آمریکا باید از طریق توییتر حمایت خود را از این تظاهرات‌ها اعلام کند یا خیر. بمب‌های دستساز به ویژه در دستان گروه‌های معارض که تسلیحات کمی دارند و می‌خواهند با نیروهای دولتی کاملا مسلح مقابله کنند مفید است. این روزها آنچه پرتکرار از زبان مقامات آمریکایی شنیده می شود افسوس خوردن از گذشته است. اینکه چرا نتوانستند فتنه سال 88 را تا براندازی نظام جمهوری اسلامی پیش ببرند، موضوعی که دیروز هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بر آن تأکید کرد. جامعه بین‌المللی اشتباه کرد که در سال 2009 سکوت کرد. ما نباید این اشتباه را دیگر تکرار کنیم. و امروز هم مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر برای ناکامی آمریکا در فتنه سال 88 انگشت حسرت به دندان گرفت. حمایت نکردن آمریکا از معترضان در آن سال باعث شد که جنبش سبز برای همیشه ناامید و خیابان‌های ایران مانند کاخ سفید ساکت شود. امروز مردم ایران یک بار دیگر برای رسیدن به آزادی به خیابان‌ها آمده‌اند و تحت ریاست جمهوری ترامپ ایالات متحده دیگر در این باره سکوت نخواهد کرد. پنس که این روزها برای حمایت از آشوبگران حسابی فعال است، گفتگویی هم با یک شبکه آمریکایی داشته. حمایت واشنگتن از تخریبگران ایران تنها به صورت شفاهی نیست و این کشور در مسیر تلاش آشوبگران برای ایجاد تغییر در ایران در کنار آنها خواهد ایستاد. تأکید صریح و حمایت دونالد ترامپ از معترضان شهرهای ایران چشمگیر بود. این موزه‌گیری‌های آمریکایی هر کدام نشان می‌دهد که ایالات متحده چگونه حریصانه دشمنیش با ملت ایران را در خیابان‌ها جستجو می‌کند. نشریه آمریکایی پولیتیکو امروز در این باره نوشت: ترامپ بسیار مشتاق است حمایت از ناآرامی‌ها در ایران را مانند چماقی علیه توافق هسته‌ای که بارها آن را یک توافق بد خوانده بود به کار گیرد. حالا واکنش‌های برخی کشورها در چند روز اغتشاش در ایران نشان می‌دهد این ناآرامی چقدر می‌تواند برای کشورهایی که از هیچ گونه اقدامی بر ضد ایران فروگذار نیستند دلگرم کننده باشد. موضوعی که به صراحت در بیانیه وزارت خارجه کانادا منتشر شده. همانطور که هفته گذشته گفتیم، کانادا از مشاهده اینکه مردم ایران شجاعانه در حال استفاده از حق اساسی خود برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند، دلگرم می‌شود. اما در فرانسه که در شب سال نو میلادی کشورش درگیر آشوب بود، پلیس 510 نفر را بازداشت کرد و بنابر دستور مقامات عالی پاریس باید با بازداشت شدگان به اشد مجازات برخورد شود. رئیس جمهور به این مسئله توجه و حساسیت ویژه‌ای دارد، چون خصومت بر ضد نیروی پلیس غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. حمله به نیروهای امنیتی ما حمله به جمهوری ماست. حالا در رویکردی متناقض مقاماتش گفتند از آشوبگران ایرانی حمایت می‌کنند. حتی رئیس جمهورش گفته سفرش به ایران را تا آرام شدن اوضاع به تعویق می‌اندازد. اما همچنان در اسرائیل ابراز اشتیاق به تداوم آشوب‌ها در ایران به گوش می‌رسد. اعتراضات ایران تحول مثبتی به نفع اسرائیل است، اما اگر ما مداخله کنیم ممکن است کسانی را که در آینده می‌توانند به بازگشت روابط اسرائیل و ایران به سطح سابق کمک کنند تضعیف کنیم. اشتیاقی که نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز به خوبی احساس شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو فرد شاخص حمایت کننده اغتشاشات و آشوب‌ها در ایران هستند. واکنش‌ها به رویدادهای چند روز گذشته بار دیگر نشان داد حمایت از آشوب در ایران دغدغه اول مقامات کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل است. حالا این حمایت می‌خواهد از راه‌های سیاسی و تبلیغاتی باشد یا اعزام گروه‌های مسلح بمب‌گذار. به آگاهی ملت شریف ایران می‌رساند یک تیم مسلح تروریستی که با مأموریت انفجار، کشته و قتل مردم بیگناه برای تداوم بخشی به اغتشاشات اخیر وارد ایران شده بود در پیرانشهر. پویان باشگاه خبرنگاران جوان.